سلام به همراهان چنل مخاطب خاص یه خبری رسیده که مادر امیر تطلو گفته که حال تطلو خوب نیست به ما دروغ گفتن و اون داره شدیدترین مجازات ها رو تحمل میکنه و توی انفرادی در واقع مادرش گفته که تا حالا به ما دروغ گفتن مرگ و گرفتن تا به تب راضی بشیم هی اعدام اعدام کردن و که ما برگردیم بگیم خب خدا رو شو که پس زندان خوبه از اونورم قاضی امیر تتلو مجازات شدیدی رو برای تتلو در واقع در نظر گرفته تتلو مدت هشت ماهه که توی انفرادی با شرایط سخت بوده و با روح و روانش هم بازی کردن خلاصه اینکه خبره دروغ زیادی شنیدیم و اینکه مادرشون سعی کرده که جو و آروم نگه داره ولی خودش میگه که امیر شرایط روحی و روانی خوبی نداره الانم تو شرایط نامناسب توی انفرادیه در واقع از تاریخ 24 شهریور تا الان تو انفرادیه و یه جورایی میتونیم بگیم که آسیبم دیده خانم وکیلم و همینطور آقای وکیل با وجود تلاشایی که برای امیر تحتلو انجام میدن نتونستن کاری برای امیر انجام بدن و در واقع از تمام مردم و همه بزرگا و حقوق بشر و حتی سازمان بین الملل تقاضای کمک و رسیدگی به وضعیت امیر تحتلو رو خواهانه مادرش میگه ما تابع صلح و دوستی هستیم ولی خب ایده هستن که میخوان شلوغی ایجاد بکنن و این مایم که جو و آروم نگه داشتیم و, و در واقع از بزرگا میخوایم که عفو و بخشش بکنن ولی در واقع هیچ کس به حرفمون گوش نمیده و ما همچنان طلب کمک و یاری داریم نامه زیادی هم به رئیس جمهور قوه قضاییه و ملاقات های حضوری داشتن و اینکه خلاصه خیلی تلاش کردن ولی هیچ کاری انجام نشده و هنوزم امیر تو شرایط نامناسب توی بازداشت توی انفرادی در واقع مادرشون میگه که حتی هیچ مرخصی هم به امیر ندادن و توی هیچ دادگاهی توی خانواده حضور نداشتیم فقط از ما عکس انداختن و من پشت درای دادگاه بودم هیچ حضوری هم توی دادگاه در واقع امیر رو ندیدم و فقط میدونم حالش خوب نیست به داد امیر تطلو برسین نیاز به درمان خارج از زندان داره خلاصه اینکه تقاضاش بوده که این پست رو شیر بکنین برای رهبر برای رئیس قوه قضاییه و حتی رئیس جمهور شاید افرادی باشن که در دل نظام که میخوان ناامنی ایجاد بکنن بندازن کردن امیر اما ما خواهان رسیدگی به وضعیت امیر حسین مقصود رو که ملقب به امیر تطلوه هستیم ما تابع صلح و آشتی دوستی هستیم ولی ما رو گول زدن و از سادگی و بی کسی امیر سو استفاده کردن خب اینا حرفایی بودش که مادر امیر تطلو راجب امیر تطلو گفته و ما از واقعیت ماجرا خبری نداریم نمیدونیم چه اتفاقی افتاده آیا واقعا به حقه که ایشون زندانی شدن یا نه دوست دارم نظر شما رو هم بدونم حتما نظراتتون رو تو کامنت ها برای ما بنویسید